یازدهم خرداد ماه 1397 خورشیدی و یکم ژوئن 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به دو موضوع: یک، اعتصاب سراسری راننده های کامیون و تریلی، دلایل این اعتصاب و دلایل ادامه این اعتصاب با وارد شدن به جزئیات موضوع. دو، فاجعه تعرض جنسی به بیش از 100 نفر از دانش آموزای یک مدرسه در غرب تهران. پرده آخرم آخر برنامه. تقدیمی امشب به رهبر جمهوری اسلامی ایران. جناب فلاحتی، من برنامه‌تون رو داشتم نگاه می‌کردم، بر فرمایش شما که فرمودید برخی از شرکت‌ها اونایی که پولشویی دارن سری با اداره مالیات و دارایی ندارن و هیچ گاه اداره دارایی قدرت نداره از اینا مالیات بگیره. یه کاسبی هستم، باقله می‌فروشم، مغازه حلیم فروشی و باقله فروشی دارم در اهواز و هر سالی که مامور دارایی اومده نگاه کرده، بررسی کرده، خودشون گفتن یا یه مقداری پول بدهکاریم یا بخشودگی. هرگاه جواز کسبم باطل شده رفتم گفتن آقا یا باید بدی یا نه، با کمال میلم دادیم. پارسال سال 96 جواز کسبم تموم شده رفتم دارایی، نزدیک یک ماه منو علاف کرد، هی برو هی بیا، نزدیک بیش از یک ماه 4 تا کاغذ بهم داده، میگه تو 4 سال مالیات بده کاری، 850,000 تومان مالیات بده کاری، چون اظهارنامه پر نکردی 850,000 تومان هم جریمه باید بدی، نزدیک 2,000,000 تومان برای ما مالیات بریدن. هرچی که بهش میگم بابا سپیدار توی این منطقه این کاسبی ضعیف، من یه 4 کیلو باقله میفروشم، برای چی اینقدر مالیات؟ من تو فکر کردی منطقمون چی شده؟ میگه نه نه نه، ما نقرته حاقت میکنیم چون اظهارنامه پر نکردی. من نمیدونستم اظهارنامه چیه. بیش از یک سال و چند ماه جواز کسبم معلق، جواز کسب ندارم، اتحادیه یه طرف فشار میاره، اداره دارایی میگه من حتما باید این پول رو بدی. خب من حلیم فروش توی گوشه ای از اهواز 4 کیلو باقله، یه 4 کیلو گندم حلیم خیس میکنم، چه دارم که باید این همه مالیات از من بگیرن؟ خواهش میکنم صدای منو به گوش جهانیان برسونید که این رژیم با مردم سطح پایین جامعه چه میکنه. سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باد. یکم خرداد اعتصاب سراسری کامیوندارا و راننده های خودرو سنگین حمل و نقل شروع شد. در اعتراض به ثابت بودن کرایه ها، افزایش قیمت بیمه ها و دلایل دیگه ای که همه ناشی از وضع بد موجوده. میدان سرای خمین عراق. اعتصابات سراسری. سه‌شنبه بود اول خرداد، سه‌شنبه هفته پیش. حکومت سعی کرد تا آخر هفته گذشته اعتصاب رو تموم کنه به اشکال مختلف که حالا مهم هم نیست چون موفق نشد، از جمله آوردن مثلا کامیون تریلی از واحدهای نظامیش برای حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل انتقال بنزین و گازوئیل به پمپ بنزین ها و اینها. به هر حال سعی کرد تا هفته گذشته تمومش بود، تا آخر هفته گذشته تموم کنه. اول هفته بعد از شروع اعتصاب، یعنی همین شنبه پیش، پنجم خرداد، کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور مال حکومت یه اطلاعیه داد که اعتصاب تموم شد. خبرگزاری ایسنا که مال دولت این خبر رو زده، ببینین، کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور رسما اعلام کرد که اعتراض رانندگان کامیون‌ها که از چند روز قبل آغاز شده بود به پایان رسیده است.
افزایش قیمت حمل کالا تا 20% یکی از اصلی ترین دلایل است که این کانون در شرح علت تصمیم خود به توقف اعتصاب از آن سخن گفته است. تصمیم خود ربطی داره به تصمیم راننده ها. ببینین این کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور که یه تریلی اسم داره، مثل شوراهای اسلامی کارشونه، یه سری تشکل حکومت ساخته به جای تشکل سندیکایی مستقل. یه نگاه ساده اگه بکنین به وبسایت کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور، می‌بینین که انگار مثلا وبسایت شهرداری دوغوزاباده، یه سری چیزای بی ربط و بعدم یکی دو تا خبر درباره آسفالت جاده ها و اینجور چیزا، انگار نه انگار که طبق آمار خودشون بالای 360 هزار دستگاه کامیون در سطح کشور رفت آمد داره، سالانه حدود 400 میلیون تن بار رو اینا جابجا میکنن، بیش از 2 میلیون راننده حمل و نقل اتوبوس و کامیون تو ایران داریم، یعنی تو کشور به طور متوسط 10 میلیون آدم دارن از رانندگی کامیون و اتوبوس نون میخورن. همینجوری تو شهر کورا میان خبر پخش میکنن که اعتصاب تموم شد. چی جوری؟ جواب گرفتن راننده ها؟ همون 5 خرداد که دولت گفت اعتصاب تموم شد، ببینید امروز 5 خرداد 1397 اعتصاب رانندگان فولاد همدان. دمتون گرم واقعا، حمایت از شهرستان‌های دیگه. راننده های اتوبوس هم با اعتصاب های یه روزه و دو روزه تو بعضی شهرها پیوستن به اعتصاب راننده های کامیون. تعال یا شهرستان امروز ادوان بیلمیاله امروز 5 خرداد ما 1397 اتوبوسداران رباط‌شهری به دلیل گرانی اعتصاب نمودند. حدود 280 دستگاه اتوبوس در جاده ساوه بدون مسافر راهی شدند. و همچنان ادامه پیدا کرد تو شهرهای دیگه تا امروز. نهم خرداد گاور اعتصاب سراسری است و ادامه داره. و چه جالب این است که علی‌رغم فشار سنگین مالی بر راننده های اعتصاب کننده، چه شوری دارن کارگرای اعتصابی و پلیس ضد شورش هم چاره ای جز نگاه کردن نداره. ببینین ما اگه بتونیم عراق رو نشون بدیم الان که عرض کردم، اگه آماده است اون فیلم که چگونه راننده ها رو، خود راننده های اعتصابی، راننده های دیگر رو که به قول راننده ها دوزکی میرن بارگیری میکنن، چه برخوردی باهاش میکنه و چه فضای حاکمه و پلیس ضد شورش داره چی کار میکنه. یه نمونه است فقط ببینید. اعتراض رانندگان تریلر عراق و نگهداشتن ترانزیت های ایران 25 که اومده بودن بار دزدی بزنن. اینا هم یه کنفرانسی گرفتن. آه.
آقا بذار رچم، بذار رچم برن داخل. ببینیم باز همون نهم خرداد راننده های اتوبوس های حمل و نقل بین شهری هم در بندرعباس اعتصاب کردن. امروز تاریخ 9/3/1397 پایانه بندرعباس. 20 سال پیشم به این خلوتی نبوده. خبر فقط تو ایران نموند. همون نهم خرداد اتحادیه بین المللی راننده های کامیون های باری آمریکای شمالی از اعتصاب راننده ها تو ایران اعلام حمایت کرد. این اتحادیه در نامه خطاب به دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا نوشت: با برادران و خواهران اعتصابی خود در ایران ابراز همبستگی می کند. اتحادیه بین المللی راننده های کامیون های باری آمریکای شمالی نماینده بیش از 1,400,000 راننده کامیون‌های باری در آمریکا و کانادا است. و همین دیروز پنجشنبه دهم خرداد راننده‌های تاکسی هم تو چند تا شهر پیوستن به اعتصاب. امروز کرمانشاه 10/3/1397 اعتصاب راننده تاکسی. بچه های باقی رنده تاکسی کرمانشاه خیابونه وسن منامی که بیمهشون قد شده کرایه تاکسی تو کرمانشاه بی‌نهایت کمه. خب ببینید یه فیلم دیگه هم ببینید که بعد ادامه بدیم تا ما هم وظیفه‌مون رو درست انجام داده باشیم در انعکاس به هر حال نمونه‌های از اعتصاب تا همین دیشب دهم خرداد راننده‌های کامیون در مشهد. امروز پنجشنبه دهم خرداد ما مشهد دهمین روز اعتصاب کامیونداران. ببینین این اعتصاب ها همینجوری نیست که خیلی سخته برای خانواده هایی که درآمدشون فقط از همین رانندگیه و به ویژه راننده های کامیون که از اول خرداد تا حالا کار نکردن. چرا از اول خرداد؟ این همیشه برای من سوال بود از اول خرداد تا امروز که چرا اعتصاب راننده های کامیون اول خرداد شروع شد؟ انگیزش چی بود؟ این من فکر میکنم که مربوط بود به حالا قطع شد بیمش برخواد فکر میکنم که مربوط بود به اعتصاب راننده های کامیون در مازندران که دوستان مازندران هم نشون دادن که معلوم بشه که برحال از هر نقطه ایران یک بخشی رو باری. بذارید سخن یک راننده قدیمی کامیون رو تریلی رو بشنویم در باره سوالی که بنده عرض کردم که چرا اول خرداد شروع شد، مثلا چه میدونم یه هفته قبل شروع نشد، ماه پیش، سال پیش شروع نشد، چرا اول خرداد شروع شد. خب دیگه واقعا صبر بچه‌ها تا این حد بود، یعنی امیدها و وعده‌ها اینها رو کشیده بود. یک مقدارم به خاطر جزء کار بود، یعنی مثلا میترسیدن اگر یک مقدار کوتاهی بکنن، یه مقدار حالا این کار قبل انجام بدن، این هول از اینی که نکنه بیکار شیم، نکنه زندگی همون. ولی دیگه به جایی رسید که دیگه زندگی ها اتوماتیک بار فلج شد، یعنی قطعا این عزیزان اگر این کارم نمی کردن دیگه فلج شده بودن.
پس دیگه چیزی نداشتم برای باختن. یه زمانی بود که برای باختن داشتن. چند وقته که شما راننده هستین، راننده خودرو سنگین؟ من از سال 1360 پایه گرفتم، از همون سالم مفیدن رو ترینیم تا الان، الانم هستم. خب راننده هستین، صاحب تریلی نیستین و همیشه رو ماشین دیگران کار کردین، احتمالاً مثل خیلی های دیگه. راننده های تریلی و کامیون در ایران من که نمیدونم، احتمالاً شما هم که دارین این برنامه رو نگاه میکنین اغلبتون نمیدونین مگه اینکه راننده باشین. نمیدونم که آیا راننده های کامیون و تریلی در ایران بیشتر ماشین مال خودشونه یا نه؟ راننده و صاحب ماشین ها معمولا رانندگی نمی کنن، جوابی نامه ندارن، یا سرمایه دارن، ماشین دارن، چند دستگاه دارن و رانندگی نمی کنن. راننده دارن. درصد بالای ماشین هایی که ما در ایران راننده ها کار می کنن به صورت شخصی و فردیه، یعنی یک شخص که از یک تا ده تا ماشین داره و دست راننده است. بعد شما که اعتصاب کردین صاحب های ماشین ها نیومدن میگن چرا ماشین رو خاموندی؟ خب حالا فرضم که میمدن میگفتن، خب اگر منم نمیخواستن نفر دومی وجود نداشت. از این راننده ها دیگه کار نمیکردن چه؟ اون وقت ما راننده ها یه روشی داریم، وقتی که شما از ماشین میای پایین، من پای رکاب ماشین شما نمیام مگر شما رو ببینم، شما خود بگی آقا من دیگه نمیخوام کار کنم، برو جای من. پای رکاب هم دیگه نمیریم، بلخص توی این شرایط. این جوان مردی تو همشون هست. کجاها کار میکنین شما؟ یعنی حمله بارتون برای جای خاصی بوده یا از جای خاصی یا هر جا تقاضا باشه؟ ببینیم، ما معمولاً درصد بالایی از این دورانی که ما از سال 60 کار میکنیم بنادر و مرد هست. حالا در بین اونا وقتی میدیم بندر عباس مثلا یا میدیم سر مرز، یه بار گمرکم میخوره میان مثلا برای یکی از شهرهای اطراف تبریز، اطراف اصفهان. ولی اصولاً مبنا از مرکز تهران یا خود تبریز و شهرستانهای ارکز، یعنی مرکز استان هست. ببینیم، میگم نمیدونم اسمش رو دقیق میگم یا نه، پایانه های حمله بار که شما به هر حال با بار و بارنامه رو با اونا تنظیم میکنید، این پایانه های حمله بار هم بعضی جاها میگن تعطیل شده و اعتصاب کردن و در واقع به اعتصاب راننده های کامیون پیوستن، این خبر درسته؟ پایانه ها بلخص اونایی که خودشون ماشین دارن و یا خودشون به عنوان مثلا اعضای خانوادهشون رانندن یا سهامی دارن از این رانندگی، یعنی توی امور کمیته صنفی رانندگان عضو هستن و منافعی هم دارن در این بود. ببین تا حالا اینا به ما لطف نکردن، باربری ها تا به حال فقط به ما خیانت کردن، ولی الان تو این شرایط چون منافع خودشون مد نظره میان، یه گروهشون بله اومدن قاطی شدن یا مثلا بارنامه صادر نمی کنن یا به قولی معروف می ترسن صادر کنن یا اینکه در نگاه میکنن ماشینی نیست، یعنی اصلا فرض کنیم باربری میخواد بار صادر کنه، برای کی باید بکنه؟ کسی جرأت نمی کنه بار ببره. منی که میام مثلا راه همکارم با دوستانی به میگه آقا فرهاد مثلا خواهشان اینو بذار زمین، اگه بخوای بری مجبوری بر خودمو غیر دوستانه بشه. من میگم همکاران دارن برای من پا میزنن، دست پا میزنن، طبیعتا من در کنار اونا خواهم بود. الان من توی اینترنت نگاه میکردم دیدم مثلا بارای جعبه یا کارتونی رو کمپرس کردن، خالی کردن، حتی کارگر گرفتن ریختن کف جاده از بین بردن بارای گمرکیو، تا این حد پافشاری کردن توی این قضیه. باره فرزن کارخونه سیمان مثلا مراقل زده، چون دیده رفقاش اتصابن تریلی کمپرسی بوده وزای جاده بود، بندم بلند کده ریخته همه رو وزای جاده رفته، همونجا خالی کرده رفته کنار باشده کمپرسی هم داده بالا، یعنی من کار نمی کنم. ببینیم، بیاییم یه حالا به خیانت باربری ها منظور همون پایانه ها بعد می پردازیم، یه حسابی بیاییم بکنیم، یه مرور سریع که 10 سال پیش 20 سال پیش مثلا و امروز درآمد و هزینه زندگی شما چجوری بوده؟ اگر از آغازش بخواهی حساب کنید، من چیزی در حدود 5000 تومان
در ماه حقوقم بود با دو تا بچه خانه مستاجری شروع کردم با 5000 تومان، یعنی در از 4800 تومان حقوق سال 60 شروع کردم. خیلی هم عالی بودم، مزون مروارید تهران هفته دو بار میرفتم یا هفته یه بار زن بچه بردم غذا میخوردم، انقدر زندگیم در رفاه بود. مستاجری بودم با 5000 تومان حقوق، من مزون مروارید میرفتم بهترین جای خیابون میرداماد غذا میخوردم. بعد کم کم این رو به فرسایش گذاشت، ولی بازم تا بعد از حدود مثلا 15 سال بعد از انقلاب هم خوب بود. از 15 سال بعد از انقلاب اولین گام رو باربریا گذاشتم. من اون موقع نماینده راننده‌ها در شرکت های وزارت بازرگانی بودم، خودم نماینده راننده بودم. شروع شد از اونجا باربریا یاد گرفتن که بلگه سوم که مربوط به بیمه راننده هاست یواشه که تو ساعت بدازن حق بیمه ما رو ندن. راننده هم بیخبر بودن. کم کم راننده هم که متوجه شدن کسی پیگیرشون نشد، کسی نیمد اقدام کنه. بعد کم کم باربریا دور برشتن صورت حساب ها رو کلانش کردن. مثلا یک بار یک من تومنه میگفت 16000 تومن حق بارنامته. خب عزیزم من دیگه چی میمونه؟ منی که راننده هستم، صاحب ماشین میخواد، استهلاک ماشین هست، مسیر هست، همه این ها هست. تو شما برمیداری تقریبا 3 قسمت میکنی، اینه 4 قسمت میکنی، 1.5 قسمت شما برمیداری. پس ما بقیش چی؟ مردم هم چون وضع خراب بود، ناچار بودن، هیچی نمیگفتن، هم صاحب ماشین ها هم راننده ها کتا میمدن. الان به حالی رسیده که به من اول امسال سال 97 گفتن آقا 27000 تومن 19% به حق بیمه راننده اضافه شد. کدوم اشکال نداره؟ سال 7 تومن تا این مقدار مبلغ 27 تومن میشه 19%، اشکال نداره. 20 روز بعد دوباره پیام داد آقا نه 237 تومن بریز. گفتیم رفتم میگم آقا من عمری تو این شغلم، من اولا که بعد 7 سال پیش بازنشسته میشدم، شما میگی باربریا بارنامات رو دزدیدن نمیشه، 7 سال پیش من باید بازنشسته میشدم. خیلی خوب، حالا 19% به حقوق من اضافه کردی، 34.5% رو بیمه من کشیدی. من برشی که کنی 20 مثلا دارم حقوق میگیرم فرزن، اگه اونی که حقوق ثابت بگیره داخل شهری باشه با تدلی، بعد قرار باشه من 200 تومن شو به شما بدم، بعد چی با زندگیم چی کار کنم؟ عجب، 19% به حقوق اضافه شده، نزدیک 35% رو بیمه کشیدم. این 237000 تومان این ماهیانه فقط واسه یه بیمه درمانی میگین دیگه؟ راننده در ایران در طول سال سالی یک بار باید بره 15 دکتر معاینش کنن برای کارت سلامت، برای کارت هوشمند، چیزی دوده 10 روز 12 روز اسیر از کار میفته. و گاهی اوقات آقای فلاحتی صاحب ماشین میبینه من میرم دنبال آزمایشام، شوفر میگیره و من بعد 3 ماه بیکاری باید بکشم، سن اینکه رفتم یه کارت بگیرم. آقا شما کارت هوشمند از من میخوای سلامت، چرا از اون بیمه حساب نمی کنید؟ 700000 تومان از من میگیرن یه کارت سلامتی یه هوشمند میدن، یک هفته 15 تا دکتر بعد من معاینه کنن بگن از عدم احتیاط، بگن از انگوش نگاری. بعد که میام میبینم صاحب ماشین ماشین سوپر گرفته، چیه؟ من در 15 روز اسیر این آزمایش ها بودم، حالا خدا نکنه خود لاغر باشم، من خود این آزمایشگاهی برمیگرده به من خیلی ساده میگه آقا اهل چیزی هستی؟ اگه هستی کمکت کنم، میخواد حرف بکشه، میگم نه آقا. بعد میبره چون میبینه من لاغرم، من میترسه، میگه آزمایش تست عدم اعتیاد که خودش مشکوکه، که من برم میگم آقا 200 تومن بگیر اگه این کاره باشم و احتیاط داشته باشم. اگر من مثل الان من سالم باشم میگم آقا هم چیزی وجود نداره، من حتی قرص هم نمیخورم، مثل من که 20 سال دکترم ندیدم، چطور ممکنه؟ اشتباه کردی. وقتی میره سه باشته میگه آره ازش که آره بینم نگاه کنم، باشه فردا بیا، دوباره 40 تومن دیگه میگیره فردا بیا. یعنی کاری با اعصاب ما راننده کردن که از زندگی سیری. بله، بعد از این معاینه ها و این علافی ها بالاخره دفترچه بیمه میدن برای خانواده، درست؟ بیمه تامین اجتماعی. بعد چند درصد برای مثلا یه دکتر عمومی که میرین چند درصدشو بیمه میده، چند درصدشو خودتون میدین؟ مثلا من امشب خانمم بردن دکتر 50000 تومان ویزیت بوده 40 تومان از من گرفته، این خیلی به من محبت کرده. به دکتر میگم عزیزم پس این بیمه چیه؟ چند درصد شما میگیرید؟ پس این چجور من که راننده که جناب بلاتی نه سنوات داره، نه حق مسکن داره، نه بنیادی هست که ازش پشتیبانی کنه، یه دفتر امور صنفی داریم که اصلا محلمون هم نمیذارن، فقط سالی یه بار هم پول میگیرن مدرک رو میدن اسم شده دفتر امور صنفی. مسئولش هم یه جوونه 25 ساله هست که اصلا تجربه ای از ماشین نداره، جای نوه منه. این یک. بعد میگم خب آقای عزیز این بی
شغل من سخت و زیارآوردی دیگه، باید نماینده اداره کار و اداره بیمه و تامین اجتماعی اینا همه بیان بشینن بغل دست شما تست کنیم شغل شما استرس داره. میگم جناب رئیس اداره بیمه، شما در دنیا همه میدونن پر استرس ترین کار بعد از مرنداری خطرناک ترین کار کار ماست، پر استرس چطور شما نمیدونید؟ باید تست کنید بفهمید. نه شما باید درخواست بکنید. حالا یک راهی داره، اگه من راننده آقای پلات دولت باشم که پیش حقوقی داشته باشم، اتوماتیک بار کار من سخت و زیان آوره. بعدا به من میگن چون اون پیش خیلی علنی میگن چون اون پیش حقوقی داره کار سخت و زیان آوره. من نامه نوشتم به رئیس تامین اجتماعی قم، گفتم آقای محترم پیش حقوقی مبنای سختی کاره، اگر راننده شما یه سری چومن اومد بندر دیگه برگشت جایزه داره. راننده های دولت بهترین رانندگی دارن میکنن، ماهی دو روز کار میکنن 28 روز میخوابن، این همه رپایات دفترچه کار و بار سنوات خدمتی بعد از خدمت 20 میلیون بهشون میدن. من پرتخ هیچی ندارم، تعطیلات ندارم، اگه یه روز من شب صاحب باشی شوپر میگیره، کسی پشتیبانی از من نمیکنه. خب چون راننده آزادیم، چه تعداد راننده کامیون و تریلی داریم که راننده آزادن و کارمند دولت نیستن؟ درصدی اگه بخوادون بهتون عرض بکنم روز 85-87 درصد ما آزادیم همه. خب یعنی راننده های اعتصابی عمدتا راننده های آزادن. با این وجود یعنی راننده های آزادن هیچ تعهدی دولت نداره بهشون، قانون کارم که قربونش برم همین توضیحایی که شما دادین، و تشکل مستقلی هم که نیست که حالا صحبت میکنیم دربارش. با وجود اینکه اکثرا راننده آزاد هستین، فکر میکنین که میتونین به خواسته هاتون برسین؟ چون فرض کنین که همین همه راننده های اعتصابی دولتی بودن، خب قضیه قطعا شکل دیگه ای پیدا میکرد. حداقلش این بود که دولت نمیتونست پیشینه نگاه کنه یا عجله ای در جواب دادن به راننده های اعتصابی نداشته باشه، یا اگه همین راننده های چون میخوابید دولت میخوابید، یا اگه همین راننده های اعتصابی که اکثرشون راننده های غیر دولتی هن، عرض کردم یه تشکل جوندار سراسری مستقل مال خودشون اگه میداشتن، که داشتن صندوق اعتصاب یکی از ضروریات هر تشکل مستقل سندیکایی است، یعنی از یه بار پشتشون گرم بود واسه ادامه اعتصاب، از یه بار دیگه همزمان با دولت چک و چونه میزدن، خب فرق میکرد با موقعیت که امروز راننده های اعتصابی دارن. مشخصا خواسته راننده های اعتصابی چیه که آدم بتونه یه ارزیابی داشته باشه از چشم‌انداز؟ اولین خواسته راننده ها بالا بردن درصد کرایه ها تا اقل کن 40%. اینها میگن ما 20% زیاد میکنیم، الان هم بیشتر هدف اینه که بچه ها ساکت شن، بچه ها دست بکشن، علی‌رغم اینکه میگن آره دیگه تموم شد در مثلا مطبوعات ادارات تلویزیون، ولی نه، من هر جاده میرم یا هر تو اینترنت میرم نم نم همه باشتن بچه ها به هم خبر میدن، کسی دست نکشیده. تک و توکی کسایی اگر حالا تحت فشارهای خاصی هم یا شرایط خاصی دارن، اونم از هر 100 نفر شاید یه نفر پیرمرده این طرزه یا شرایطی داره، یا اصلا نمی کنه یا میذاره میره، ولی در کل بچه ها هنوز اول خواستشون وضعیت کرایه هاست. این کرایه نیست، اولا که کل بار بنادر رو یعنی اسکله ها رو یا ماشینای دولتی میبرن، اما سپاه و ارتش و وزارت بازرگانی و راه آهن و قطار و تا این ارگان ها هستن که به ما شخصی ها بار نمیدن هستن. حالا آنچه که تموندش در طول یک ماه یک سرویس من میتونم نهایت الا خیلی زرنگ باشم، خیلی دست پادار بتونم دو سرویس بدم، حالا این دو سرویس میشه اصطلاح که من در اونجا که بخورم بخوابم 20 روز اونجا باید بخوابم برای یه سرویس بار، روزی چقدر هزینه من اونجا در تهران، اگر من بخوام باشم بیام خونه و برگردم که صرف نمی کنم بندر بیام تهران و قم. اولی خواستشون درصد کرایه هاست، دومیش شرایط بیمه مونه، حق بیمه مون کم شه، سومیش سنوات خدمتی به ما بدن، چهارمیش این که این خدمت ما رو بکنن 20 سال ما رو جز سخت زیان آور کارمون حساب بکنن، ما دومیش شغل سخت جهان بعد از معدنداری هستیم. بعد دور از خانواده ایم، من الان 37 سال بچه هم از یک ساله که تا الان میشه 37 سالش، شاید این بچه رو من رو هم جمع ببندی 5 سال ندیدم،
نه تو عروسی بودم، نه تو عزا بودم، نه تو غم و شادی خانواده بودم. پسرم میگه دیگه ما بچه بودیم، تو رفتی نوه‌ها شدن 10 ساله، آقا کی برمیگردی از بیابون؟ میگم آقا جان من زندگی اینه. تو صحبتاتون گفتین که بذاریم برگردیم به اون همون که اشاره شد به خیانت پایانه های بار باربری. تو صحبتاتون گفتین که باید 7-8 سال پیش بازنشست میشد، ولی چون برگه های پرداخت بیمه رو که هر بار از دستمزدتون کم شده، یعنی شما پرداختین بیمه رو، این برگه پرداخت بیمه رو سالها دزدیدن در واقع، میگن کندن و میگن سنوات خدمتی نداریم پس بازنشست نمیشین به همین دلیل. چیه ماجرا واقعا؟ شما 30 سال پر نشده، میگیم آقا ما از سال 72 تا 97 7 ساله داریم میریزیم، 30 ساله داریم بیشتر میریزیم، چطور؟ میگن آقا اون قسمت هایی که باربری ها شما گفتن خوردن به ما مربوط نیست. میگم حتی شما خودتون میدونید در جریان هستید که این باربری برده. من بارنامه شو دارم که دفترچم مقر اون محل بارگیری بندر و تخلیه در تهران رو دارم، ساعت های ورود خروج، شماره بارنامه و کل سنوات که اون مشخصات بارنامه رو من دارم. نه این قبول نیست. ای عزیزم این مدرکی خود شما به من دادید، حالا اگر من این بار شما رو سرقت میکردم چطور این مدرک و دفترچه من قبول میکردید که من طبق این دفترچه که تو دستمه نوشته اینقدر مثلا بار زدم؟ 20 تن یخچال من سیب یخچال داشتم، چرا دو تاش نی؟ ولی الان که میخواید حق به من بدید این دفترچه دیگه فاقد ارزشه. من پنجمین رانندم که در سال 60 تو ایران، اولین گروهی که دفترچه کار حرفه‌ای دادم من پنجمین نفرم تو ایران گرفتم، یعنی قدیمی ترین شوفرم فعلا. ولی متاسفانه هنوز دارم کار میکنم، الانم یک ساعت از سر کار اومدم با تریلی. ببینید خیلی از راننده ها هستن که این مشکل سنوات خدمتی رو دارن، با نمیدونم اداره بیمه دارن، با حتی وزارت کار دارن، با کارفرماشون دارن. چجوری هم چیزی ممکنه؟ باربری وقتی بار میده صادر میکنه بلگه برای من، 5 بلگه، راه ترابری، اداره بیمه، اداره کار، خودش و وزارت بازرگانی. این 5 بلگو اون بلگ بیمه شو بر میداد از زیر، حق بیمه که از من میگیره به عنوان نماینده من ببره به اداره بیمه پرداخت کنه نمیده. پس من اینجا سابقه بیمه ندارم. کی میفهمم؟ 1 سال بعد، 2 سال بعد. آقا بیمه قطعه، چرا حق بیمه نمیدی؟ میگم آقا من اون بارنامه ها دادم. کو بارنامه رسیدش به دست ما نرسیده. باربری به این صورت برگ بیمه منو میکنده از زیر. همه بلگه ها توی دوائر اداری تقسیم میکرده بغیر برگ بیمه. مثلا اون 20 تومن اون 30 تومن حق بیمه که از من میگیره تو رو بارنامه نمیبرده اداره بیمه بده. بس برای من سابقه نبوده. یعنی از یه طرف سابقه برای راننده ثبت نمیشه، از طرف دیگه اون 20 تومن و طرف میذاره نمیدونم تو حسابش، تو جیبش. جالب اینجاست که اداره راه، اداره تامین اجتماعی، اداره فلان، این اداره هایی که این بلگه ها رو بین خودشون میگرفتن هیچ کدوم نمیدن آقا اون بلگه تامین اجتماعیش بود. وقتی تو جلسات میشن کنار همین بارنامه ها همه به قول خودشون ممیزی میشه، نمیپرسن آقا این بلگه آقای مثلا ایکس دست همه ما رسته به غیر تامین اجتماعی، کو برگه تامین اجتماعی شما باربری؟ چون اهمیتی نمیدادن، از اهمیتی به قائل. یا باربری با اداره بیمه یه دستی رو رابطه ارتباط دوستی برقرار میکردن، یا ارتباط آنچنانی مالی داشتن، حق به حسابی ردش میکردن، یا اصلا نمیگفتن خب تامین اجتماعی هم در جریان نبود که من بار بردم که دنبال بلگش بگرده. منم که بیخبر بودم نمیدونستم، اونم رد نکرده. زمانی میفهمیدم که 6 سال گذشت. خب الان 11 روز گذشته از شروع اعتصاب، کاری هم نداریم به خبرهایی که خود حکومت منتشر میکنه و جلوی خبرهای درست و دقیقم میگیره، داریم میبینیم دیگه خبرهای منتشره چیست. خودتون بگین چه جوابی دادن طالب اعتصاب؟ تو گفتن آقا چشم ما با 20% موافقت میکنیم، بچه ها میگن نه، حداقل 50 اومدن 40. گفتن باشه 10 تاش هیچ، 40% کرایه ها اضافه کنید، ما رو ظرف 20 سال بازنشست بکنید که پیش کسوت ها برن جوان ها یه مش بیان سر کار اشتغال زایی بشه. این پیران دیگه مثل ما ها توان لاستیک تلیه دیگه نداری. من زمانی شروع کردم
جناب فلاتی، وقتی ما تو جاده رد می‌شدیم آینه هامون می‌خورد به همین جاده ها باریک بود. همیشه چند تا آینه زاپاس داشتیم. این جاده ها باریک، ماشینا خراب بود. ولی الان ماشینا همه چی ردیف شده. ماشینا اتوماتیک، ماشینا پول، می‌شیم راحتیم. ولی متأسفانه زندگی نداریم. درآمد نداریم. مال نداریم ببریم که بخوام درآمد داشته باشیم. باقی یه سرویس من چیکار بکنم؟ به صاحب ماشین بدم هزینه کنه. برای خودم بابا اومده 600 میلیون تلری خریده. ماهی یه سرویس می‌خواد ببره 1.5 میلیون من می‌خوام بهش بدم. 600 میلیون اگه تو پایین بذاره که خیلی به نفعش. اونم میاد از من میگیره میپوش. میگه آقا کاسبی نمیگرده. شما بیا پایین به سلامت آقا ایک. منم میپوشم. میبرم سرمایه می‌کنم زمین می‌خرم 4 سال بعد به نفعم. براست. حقم داره. حالا فکر میکنین اگه جواب ندن میتونین کار نکرده ادامه بدیم به اعتصاب تا کی؟ بله اینجور که اینا چست نده دارن بچه ها اندبه اینجور که مثلا قابل جا وایستدن چون دیگه به قولی معروف به حدی رسیده عرض کردم در اوایل صحبتم خدمتون به حدی رسیده که دیگه اگرم بخوان پاش با نیستن باختن و اگرم اینجوری هم ببازن باختن پس با میستن یه ریسکه ولی میبرن میبرن ایمان دارم که میبرن چون این دفعه جدیت تا به حال ما نداشتیم شاید توی شهری دو نفر ده نفر بودن نمی کنیم خب بعد میدم من میام میکنم اون یکی میاد میکنه و بدش میکردن فایده نداشت ولی الان نه اینطور نیست الان پا برجا بایست دادن هفتم خرداد 97 وبسایت خبر آنلاین آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه در غرب تهران یکی از مسئولان دبیرستان پسرانه مقطع متوسطه اول واقع در یک مجتمع آموزشی غیر انتفاعی در منطقه دو تهران با اذیت و آزار جنسی گروهی از دانش آموزان باعث اعتراض شدید و شکایت پدر و مادر این بچه ها شده است. یکی از اولیای دانش آموزان در گفتگو با ما اظهار کرد پسر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت عصبی شده بود و حتی ما تصور می‌کردیم او دچار بیماری شده است. او را پیش پزشک بردیم و روند درمان برای پرخاشگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم گفت در مدرسه چه بلایی سرش آمده است. این طور که پدر دانش آموز یاد شده اعلام می‌کند یکی از مسئولان مدرسه با پخش تصاویر مستهجن از طریق گوشی تلفن همراه بچه‌ها را وادار به اعمال غیر اخلاقی می‌کرده است. اولیای دانش آموزان می‌گویند همکنون بچه‌ها تحت درمان روانشناسی هستند و با وجودی که فصل امتحانات آنهاست از لحاظ روحی و روانی به شدت آسیب دیدند. دهم خرداد فردا نیوز به نقل از روزنامه همبستگی ماجرای مبهم تجاوز در استخر به دانش آموزان معین همون مدرسه پدر یکی از دانش آموزان به روزنامه سازندگی گفته است یک بار بچه های ما را به استخر معروفی در تهران بردند و به یکی از بچه ها تجاوز شد اما دوباره بچه ها را به همان استخر بردند این موضوع را هم به تازگی متوجه شدیم وقتی آن را فهمیدیم به مدیر گفتیم چرا این کار را کردی؟ گفت میخواستم از بچه ها به عنوان طعمه استفاده کنم بچه خودش را هم میبرد طعمه کند یعنی بچه‌ها رو در معرض تجاوز قرار می‌داده تا بدون کی بهشون تجاوز می‌کنه. مدیر کی هست؟ یه موجودی به اسم لادنی. بعد اینکه خودش مستقیماً به بچه‌ها تعرض کرده یعنی ناظم تربیتی مدرسه کیه؟ سید محمد حسین حائری زاده ناظم تربیتی مدرسه غیر انتفاعی در غرب تهران مدرسه 10 میلیون تا 16-17 میلیون تومان برای یک سال از اولیای محصلا گرفته 160 محصل داره این مدرسه بیش از 100 دانش آموز مدرسه معین در دام مسئولان این مدرسه به ویژه سید محمد حسین حائری زاده افتادن این شایعه نیست با اولیای دانش آموزا صحبت میکردم خود خانواده ها مستقیما به بنده گفتن بیش از 100 نفر اول گفتن 6 تا دانش آموز بعد گفتن 13-14 تا تو خبرو بعد آخرین خبر دیدم جایی نوشته 40 دانش آموز ولی حقیقت این است که بیش از 100 دانش آموز در
کلاس درس، دفتر ناظم مدرسه، تو نماز خونه، تو استخر، من نمیدونم چه جاهای دیگه هدف تجاوز و تعرض جنسی شدن. 100 دانش آموز از کل 160 دانش آموز تو یک فاصله زمانی دست کم یک ساله. پیروز به وزیر آموزش پرورش اطلاع دادم، به معاون وزیر آموزش پرورش اطلاع دادم و اگر جلوی هر رسانه ای رو بگیرید من صاحب رسانه ام. جلو من رو نمیتونید بگیرید. جلو در گفتن اگر رسانه ها بیان جلوشون رو میگیرید. جلو من که نمیتونی بگیری. من پسرم تو این مدرسه است. من از آگه زارت خونه پیگیری میکنم. آقای صنایعی اصلا این نیستش که شما میایید هر روز به خاطر اینکه والدین رو ساکت کنی مدیر قبلی مدیر قبلی مدیر قبلی رو میاری بگوی این فاجعه ای که اتفاق افتاده. آیا این مدرسه دوربین داشته یا نداشته؟ کی باید پاسخ خوب باشه که چرا دوربین ها چک نمیشده؟ قرار نیستش که بیاد هممون این گوسفندی که بایستی ما بچه بزرگ کردیم اومدن اینجا آموزش ببینن پرورش داده بشن نه که بهشون تجاوز بشه. آقای خالی تجاوز نکرده؟ تجاوز کرده. چرا نکرده؟ این که بچه ها رو بادار کرده من تجاوز کنه یعنی چی؟ توی مملکت اسلامی؟ تو کردان چرا مشکوب کردن؟ تو مملکت اسلامی؟ مشکوب کردن مشکوب کردن مشکوب کردن مشکوب نه چه بیرم نه اجازه بده شلاقه سیگار کشیدم خونه بده مجازات لما تو کشور اسلامی چی های سنعی بود؟ پاسخگو باشین؟ دوربینا مرده بود کات مدرسه مرده بود این همتون با هم آیا کسی نشنید؟ توی این مدرسه؟ چند تا شگر دارین شما توی این مدرسه؟ مدرسه دولتیه؟ که بگین گوزفان دونی بود کسی نشنید؟ اعتراض اولیا به مسئولان دبیرستان معین منطقه 2 تهران در حضور متهم. معاون انضباطی مدرسه با دادن مشروبات الکلی به دانش آموزان در نمازخانه آنان را مجبور به رابطه با هم می‌کرده است. 8 خرداد رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستور می‌فرمایند. متن دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله آملی ریاست محترم قوه قضاییه. با سلام. خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید. سید علی خامنه ای 8 خرداد 1397. 1 روز بعد از انتشار اولین خبر مربوط به فاجعه مدرسه غرب تهران این دستور رو صادر می‌فرمایند رهبر معظم. تو خیلی کارا رهبر مسلمین جهان علناً دخالت نمی‌کنه، علناً دخالت نمی‌کنه. ولی اینجا خیلی ناراحت شدن ایشون. فردای انتشار خبر دستور علنی صادر کردن. واقعاً رهبر معظم این بار قلبشون درد گرفته که آمدن واکنش علنی نشون دادن. موقعی که 4 شاهد و 4 شاکی 7 سال پیش به همین قوه قضاییه که شما دستور می‌فرمایید جنایت مدرسه معین رو دنبال کنه شکایت کردن که آقا ما رفتیم قرآن یاد بگیریم، معلم که مورد محبت شماست به همون تجاوز کرد، درست مثل همین کاری که ناظم این مدرسه کرده. فیلم مستهجن نشونمون داد، اردو بردمون، استخر بردمون، همه جا فقط دنبال این بود که یه جوری فریبمون بده، بهمون تجاوز کنه. 7 سال پیش اقرارنامه این مربی محبوب صوت اللحن و یکی از نزدیکان خودتون آقای خامنه ای از توسی گرفت، ازش گرفت، آورد بهتون نشون داد، هیچی نگفتی. 1 سال بعدش یه اقرارنامه دیگه از توسی تحویل شما دادن که داره همچنان به جنایت ادامه میده. نشنیده ندیده گرفتین که هیچ. توسی رو دعوت کردین بیاد علنی براتون قرآن بخونه، در خلوت که همیشه میخونده. رئیس بازرسی دفترتون آقای ناطق نوری اومد پیشتون گفت آقا جلو این سعید توسی رو بگیرین، بهش گفتین به تو چه؟ ناطق اومد به ما بچه ها گفت تنها راه شما اینه که بریم بکشیمش. بعد که شما شنیدین به ما بچه ها این حرف رو زده آقای ناطق، بیرونش کردین از بیت خودتون.
بعدم به سید علی مقدم با جناق طوسی و رئیس شورای عالی قرآن که رئیس روابط مردمی بیت شما هم هست گفتین به قوه قضاییه بگه قضیه باید فیصله داده بشه، حاج سعید طوسی باید تبرئه بشه. سید علی مقدم هم با یه تلفن دستور شما رو ابلاغ کرد و طوسی تبرئه شد، با اینکه همه میدونن که اسناد و شواهد پرونده علیه حاج سعید طوسی محبوب شما جای هیچ شکی نمیذاره که طوسی سالها جنایت کرده و مجرمه. جنایتش انقدر روشن بود که حتی نماینده های مجلس هم نتونستن ساکت بمونن، ولی شما دستور دادین تبرئه بشه. مهم براتون نبود که بچه ها چی کشیدن، خانواده هاشون چی میکشن. بعد حالا در مورد مدرسه غرب تهران میگین حدود الهی در رابطه با محکومین اجرا شود، که نمیدونیم کیان محکومین، نکنه بچه هان. آخه ناظم مدرسه که بعضی جاها خودش وارد عمل نمیشده، بچه ها رو مینداخته به جونه هم، خودش میشسته نگاه میکرده. نکنه منظور رهبر معظم بچه هان از محکومین تو دادگاه محکوم بشن. مخصوصا شنیدیم که ناظم مدرسه سید من حسین حائری زاده که اول با فشار اولیای بچه‌ها گرفتن انداختنش زندان، یکی دو روز بیشتر زندان نبوده، با وثیقه آزاد شده. خودش هم که میگه من کاری نکردم. حالا پدر مادر هر چه بگن مهم نیست، مهم اینه که به ممد حسین یاد دادین که بگه من نبودم، من نبودم، من نکردم. یعنی اگه کاری شده بچه‌ها خودشون کردن، اونا رو باید مجازات کنین ها. من گفتم سر اینم ادعای حیثیت می‌کنم، بحث تجاوز به دانش آموز نبود. بابا الان بچه‌ها اعتراف کردن، بفهم بذارم اعتراف اعتراف کردن بله اصلا ببین همتون بچه اعتراف کردن من نکردم. بابا بچه‌ها می‌خواستن بذارش خانی بفرستن. آقای زوکایی بچه‌ها رو مجبور کرده، بچه‌ها با همین کار کردن. خودش نکرده که. نه. خودش نکرده که بچه‌ها رو مجبور نکردم. من عین واقعیتم گفتم. خب بگو ببینم. عین واقعیتو گفتم. الان همه نگرانن، میگن که آقا بچه ما نمیدونم تو ورزش تو اردو. خب بگو عین واقعیت. آقا هیچ چیزی نبوده. من تو اردو به هیچ کسی چیزی ندادم. من انقدر حیوان نیستم. من کاری که کردم چیه؟ آقا کاری که کردم عینشو گفتم دیگه. بگو عینشو من ادارم گفتم نوشتم پاشم امضا کردم. اگرم ببخشید کاری کرده بودم که باهور شدم. برای چی هستم؟ آقا خب بگو الان بچه‌ها اعتراف کردن اومدن پیش دکتر اعتراف کردن همه مسائل یکی یکی گفتن. بله. گزارش قانونی هم هست. خب باشه من که کاری نکردم. خب بگو گزارش بچه با بچه اگر کرده باشه واسه مطمئن. بگو ببینم. آقا دانش آموز و چهار پنج نفر اومدن تو اتاق من. خب این قضیه برای آخر سال بوده، بعد عید چهار پنج نفر اومدن تو اتاق من. من تو گوشیم حالا متاسفانه فیلم مستحکم داشتم، بهشون نشون دادی فیلمو دیدن. خب و بعدم اصلا در بعض شوخی بوده، در بعض شوخی بوده. این شوخی چه دست داری؟ آقا من اینو گفتم فقط در حد رابطه لحظه. بچه ها جلو هم سیکس میکردن شما؟ نه من نهیدم، نه هم چیزی نبود. نبوده 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 هم چیزی نبوده. هم چیزی نبوده حتی آقای فامیل روحانی وقتی وقتی پسرش میاد توی اتاق میگه آقا فلانی، میگم نه نکردم حق من اگر میگه از اول سال دستمالش کردم. من نکردم این کار، من این کارو نکردم. الان اولیا تقاضاشو میگه که تزدن نبره، خواستی داره اطلاعات بده.
قراره که گزارش پزشکی قانونی برای تک تک بچه به من گوش میدید آقا هیچ مشکلی خودت هم کارو بکنی راضی نامه بهتون میدید چرا با بچه‌های ما دست به تو سپردیم بچه‌ها این حق بچه‌های ما و ما بود توییت خبرنگار سایت خبر آنلاین بعد از انتشار این فاجعه مدرسه معین در غرب تهران بالغ بر 6 تا 7 تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی موردهای مشابه در دیگر مدارس را داشتند چه خبر آقای خامنه ای؟ پرده آخر گفتن واسیم کنار این قبر دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه ازش بپرسیم کیفه و جلت طعم الموت طعم مرگا چجور چشیدی تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون خاک از سر روش میریزه شاخصن به سره و نحو سما موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی؟ بالا سر قبر من گفتن ما اومدیم عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی عربی که 8 جلده جلد سوم گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه مستجاب و دعوه از خدا خواستیم تو زنده بشه بپرسیم مرگا چجوره چشیدی گفت که این دیگه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست اینا من به تفسیر و تعبیر شرح که از خودمه دارم میگم حلوای تن تنانیست تا نخوری ندانیست اینه دیگه داستان بلاد اسلامی شب و روزگار خوش